کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. تاریخ مشروطه. برآمده از حوادث و رویدادهای پیش و پس از انقلاب مشروطه، اثری پژوهیده و بسیار گرانقدر از احمد کسروی. احمد کسروی نویسنده، دگراندیش، ادیب و مورخ قرن 13 و 14 شمسی. صفحه 905. بنابراین دولت انگلیس و روس بنا به ملاحظه شرایط انسانیت قرار دادند که راه جلفا برای حمل آذوقه به تبریز برای اهالی شهر و اتباع خارجه باز شود و مسلم است با وجود سواران قراج داغی حمل آذوقه و تأمین راه آبرین ممکن نیست. به این ملاحظه قرار گذاشتند یک قوه کافی برای ترفیق حاملین آذوقه و تأمین راه از شر اشرار تعیین گردد تا اینکه راه مفتوح شود و پس از حمل آذوقه به شهر و افتتاح راه ضمناً در وقت لزوم همین قوه حاضر است. اهالی شهر و اتباع خارجه را از شر اشرار سوارهای دولتی که مسلماً در صورت ورود به شهر از ارتکاب هیچ قسم حرکات ظالمانه مزایقه نخواهند کرد محافظه نمایند و پس از اعاده آسایش و آسودگی و امنیت این قوه بدون تأخیر و شرط و بدون اینکه در آتیه از اولیای دولت ایران ادعای نمایند خاک ایران را ترک و به روسیه مراجعت خواهد کرد و اولیای دولت ما مقرر فرمودند دوستداران به همین قرار و انجمن مقدس ایالتی اعلان نموده و اطمینان بدهیم ضمناً احترامات فاقه را تکرار می نماییم. زیاده زحمت است. مهر امضای جنرال قنسول انگلیس راتسلاف. مهر و امضای جنرال قنسول روس اسکندر میلر. سرفرود آوردن محمد علی میرزا به مشروطه. پس از تلگراف محمد علی میرزا به این دوله، رحیم خان و پاره سرکردگان تو گفتی باور نمی کردن چنان دستوری از شاه برسد، آن را نمی پذیرفتن و برخی از ایشان که چگونگی داستان آگاهی نمی داشتن و نمی پنداشتن مردم شهر از درماندگی رو به محمد علی میرزا آوردن، به دربار تلگراف کردند که شهر از فشار گرسنگی نزدیک است به دست دولت بیاید، باز کردن راه خاروبار به زیان آن کار می باشد.
از محمد علی میرزا دوباره تلگراف رسید که راه را باز کنند. از روز یک شنبه نخست راه باسمنج باز و بیست و چند خروار آرد از آنجا به شهر آمد. فردا از راه‌های دیگر نیز اندک گندم یا آردی آورده شد. روز پنج شنبه نهم اردیبهشت هنگام پسین سپاهیان روس به بیرون شهر رسیده در نزدیکی پل آجی چادر زدند. پیش از رسیدن ایشان لشکرهای صمدخان از قراملک برخواسته آن راه را باز کردند. فردای آدینه یک دست از مهمانان تازه رسیده سوار و پیاده به شهر در آمدند و سرودخانان از کوچه ها گذشتند، ولی در شهر نمانده دوباره به پل آجی بازگشتند. سردار و سردستگان آزادی تا توانستند پذیرایی و مهمان نوازی کردند و به مجاهدان دستور سخت دادند که هیچ گونه برخوردی با یک از ایشان نکنند. بدین سان جنگ و کشاکش از تبریز برداشته شد و گرسنگی و نایابی از میان برخاست. از آن سوی در نتیجه کشت گفتگوهایی که با محمد علی میرزا در تهران و از تبریز کرده میشد و در سایه پیشرفتی که شورشیان گیلان و اصفهان رو به سوی تهران می داشتند، محمد علی میرزا خواه نخواه رام گردیده گردن به مشروطه نهاد و در نیمه های اردیبهشت بار دیگر دست خط مشروطه را بیرون داد و کاری را که به دلخواه و به پاس سود کشور و توده نکرده بود از راه ناچاری انجام داد. در تبریز و دیگر شهرها دوباره به جشن و چراغانی پرداختند. نیز با نوشته دیگران چشم پوشی از شورشیان عفو عمومی را آگاهی داد. کسانی را که از ایران بیرون رانده شده بودند در بازگشت آزاد گردانیدند. نیز چون دوباره گفتگوها میانه مردم می بود که آیا همان مشروطه درست پیشین داده شده یا کم و کاستی در میان خواهد بود، محمد علی میرزا بار دیگر نوشته بیرون داده در آن چنین باز می نمود: مشروطیت ایران در روی همان 158 اصل قانون اساسی برقرار است. از این سو در تبریز لشکرهای دولتی هر دسته از پس از دیگری از کنار شهر برخواسته به جایگاه خود بازگشتند. محمد علی میرزا میخواست در این هنگام عین الدوله به درون شهر آمده عنوان والیگری داشته باشد، ولی تبریزیان نپذیرفتند و او نیز روانه تهران گردید. در تبریز نیز همچنان که می بود اجلال الملک به نام نایب الایاله رشته کارها را در دست داشت. بدین سان تبریز پس از 11 ماه جنگ آشوب به دلخواه خود رسید و مشروطه را دوباره به ایران بازگردانید، ولی افسوس که در آمدن روسیان به ایران دلهای همه پر از اندوه می داشت و کسی نمی دانست از این میهمانان ناخوانده چه زیانهایی پدید خواهد آمد. ما نیز در اینجا سخن خود را به پایان می رسانیم. پایان بخش سوم. کلمه هایی که باید معنی آنها را روشن گردانیم: آخشیج زد، انگیزه علت، بایا واجب، باینده وظیفه، سهانیدن متأثر گردانیدن، بیوسیدن انتظار داشتن، نابیوسان نامنتظر، بی یکسویی بی طرفی، پروا توجه اعتنا، پیکره عکس، خستویدن اقرار کردن، خودکامگی استبداد، خرد خودکامگی استبداد صغیر، خوشانیدن خوشگانیدن، دستینه امضا، در رفت خرج، گلکار بنا، سکالیدن شور کردن، شاینده شایا لایق، کاچال اساس خانه، سکالش شور، سهش تأثیر حس، سهیدن متأثر شدن، مویستر سلمانی، روانیدن اجرا کردن، داراک مال، هناییدن تأثیر کردن، نهش قرار، هماورد حریف، هنایش تأثیر، همباز شریک، نگاره نقش رسم، رده صف، یارستن جسارت کردن. پایان کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی، مهر ماه 1379. Thank you.
همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangefarsi.com مراجعه فرمایید.